جواب خودمو میدم. وقتی که واقعه بسیار غم‌انگیز و بسیار تأسف‌بار مهسا پیش آمد و آنچه که پس از داستان کشته شدن مظلومانه و سبوعانه ارزم کنم که مهسا امینی پیش اومد، من در اون وقت ایران نبودم، رفته بودم دیدن فرزندم و در دانمارک زندگی میکردم. من نمیتونم بر اساس فهم و تشخیص خودم، باز میگم هیچ داوری در باب دیگران نمیکنم، من نمیتونم در یک محیط کاملا امن دانمارک بنشینم و با مردمی که در داخل مرزهای کشور زندگی میکنند بهشون چیزی بگم، ارشادی بخوام بکنم، عرض میکنم که بگم این کار رو بکنیم یا این کار رو نکنیم، مطلقا از من بر نمیاد. من فقط و فقط وقتی میتونم در با مردمم حرف بزنم که خودمم در کنار مردم باشم. من میفهمم که خیلی فرق است بین کسی که دستی از دور بر آتش داره و کسی که در درون آتش به سر میبره، و کسی که دستی از دور در آتش داره اگر هم نگم که حق نداره درباره کسانی که در آتش هم سخن بگه، ولی خیلی باید با احتیاط سخن بگه. چرا؟ چون بدون هزینه داره سخن میگه، ولی کسانی که به سخن او اعتنا میکنن بعد باید هزینهش رو بپردازن. بنابراین واقعیتش اینه که من بدون اینکه سر سوزنی در باب دیگران بخوام داوری کنم، خودم ازم بر نمیاد که در یک محیط امن و امان در کنار اعضای خانوادم نشسته باشن، همه اعضای خانوادم در کنار من باشن، همشون در عرض کنم که مسئولیت باشن و بعد چیزی بگم. اما وقتی برگشتم ایران چرا؟ اون وقتی که میتونم بگم من اومدم اینجا و دارم با احتمالاً هزینه هایی که همراه با موضع‌گیریم خواهد بود با اونو دارم زندگی میکنم. این در واقع سخن بنده، چون من در واقع تا دو هفته پیش ایران نبودم. اما راجع به سوال دوم، سوال